نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه پنجم ربیع الاول سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله العظما شیرازی در این نشست علمی با اشاره به شعن نزول سوره کسر فرمودند زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله دو پسر خود به نام های عبدالله و قاسم را از دست دادند دشمنان آن حضرت با تنه از تعبیر ابتر استفاده کردند آنها می گفتند که پیغمبر خدا پسر ندارد و تنها یک دختر از او باقی مانده که زوریه او منصوب به حضرت رسول نیست چرا که زوریه از راه پسر به انسان منصوب می شود لذا وقتی که از دنیا برود نسل او تمام می شود معظم الله در ادامه فرمودند نام این شخص آسب ابن وائل در تفاسیر آمده است و با آن که چند پسر داشت قرآن درباره او در انتهای سوره کسر فرموده این نشانه که هوال ابتر تحقیقا دشمن بدگوی تو آسب نوائل مقتول مقتوع و نسل است و نسل تو تا قیامت به و برکت و عزت باقی است یعنی آن کسی که نسبت به تو بغض و عداوت ابراز میکند نسلی از او باقی نخواهد ماند و میبینیم که آن شخص از دنیا رفته و زرگش به پایان رسیده و اسمی از او نمانده اما پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از راه حضرت زهرا سلام الله علیها ماندند ایشان در ادامه در, رابطه, در با رابطه با تعلق گرفتن خمس به افرادی که مادرشان از سادات است فرمودند در باب خمس گفته شده باید هاشمی بوده و از راه پدر نسب او به هاشم ابن عبد مناف برسد و مسئله امام حسن و امام حسین سلام الله علیها استثناء شده است چرا که وقتی در آیه مباهله آیه مباهله خدای متعال ابنا اونا فرموده علا رغم آنکه از نظر لغت عرب این بزرگواران واران ابو ابوطالب هستند و نه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بنابر دلیل از سوی شارع مقدس این مسئله استثناء شده و امام حسن و امام حسین ابن رسول خدا قرار گرفتند با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم ببینید هر چیزی موضوعش عرفیه مگر خود شارع استثناء کرده باشه اگر شارع مقدس همجور که امام حسن و امام حسین علیه السلام استثناء کرده بود همه اولاد دختر رو قبول بود بله اما نکرده هم چیزی و عرف در نسب از پدر میگیره مثل که الان هم متعارفه نه از مادر و خمس گفته شده به هاشمی یعنی هاشمی که از راه پدر هاشمی باشه یعنی قلل قاعده است اینه جهای دیگه همینجوره همه جا به عرف مراجع میشه اینم می یکیش وقت دلیل خاص هم فقط خاصه امام حسن و امام حسین عليهم السلام وبقيه الائمه عليهم السلام